عبد صالح. السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين، اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين، رحمك الله حيا وميتا. خاطراتی از حضرت امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خامنه ای. سیزدهم آبان 58، دانشجویان پیرو خط امام در اعتراض به خودداری آمریکا از بازگرداندن شاه به ایران به سمت سفارت آمریکا حرکت کردند. اولین دانشجو که بالای دیوار سفارت ایستاد، پروژه انهدام اسناد و مدارک جاسوسی در داخل سفارت کلید کرد. حضرت امام خمینی اشغال سفارت آمریکا را انقلاب دوم و اقدامی بزرگتر از انقلاب اول خواندند. دولت موقت در اعتراض به ماجرای تسخیر سفارت استعفا کرد. دولت بازرگان استعفا کرد. امام استعفای دولت موقت را پذیرفت و طی احکام جداگانه 10 عضو جدید هیئت دولت را منصوب کرد. اسناد لانه جاسوسی فاش شد. دانشجویان پیرو خط امام برخی از اسناد لانه جاسوسی را منتشر کردند. تبادل اطلاعات یکی از اعضای دولت بازرگان با سیا. کروکی خانه امام در گاف صندوق لانه جاسوسی. دانشجویان به دستور امام کارمندان سیاه پوست و زن سفارت را آزاد کردند. افزایش فشارهای خارجی برای پایان ماجرای سفارت. امام همچنان از دانشجویان حمایت می کند. من یادم نمیره اون وقتی که این لانه جاسوسی رو اینجا جوانها گرفته بودند و جنگ جانبوران شده بود و شاید یک ماهی هم گذشته بود. ما اتفاقا اون اوقات تازه از حج آمده بودیم، من و آقای هاشمی، من و ایشون و یه نفر دیگه رفتیم از مجموعه که نمیخوام اسم بیارم، رفتیم از تهران قم خدمت امام که بپرسیم حالا بالاخره اینا گرفتار شدن چیکارشون کنیم، حالا بالاخره باید چیکار کنیم، باید بمونن نمونن، نگهشون داریم. به خصوص که در دولت موقت هم جنجال عجیبی بود تو دولت که ما دائم معاشر بودیم دیگه، که چیکارشون کنیم اینها رو. بله شاید چند ماه هم نگذشته بود، شاید یه هفته مثلا 10 روزی بیشتر نگذشته. ایشون بعد که شرط دادن دوستان که وضع اینجوری است و مثلا رادیوها اینجوری گفتن، آمریکا اینجوری گفته، نمی‌دونم مسئولین دولتی اینجوری میگن، یه تحملی کردن. ایشون گفتن که از آمریکا می‌ترسی؟ همینطور سوال واقعی، من دیدم واقعا استفهام، از آمریکا می‌ترسی؟ گفتیم که نه. گفتم پس نگهشون داریم.